بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين لا سيما من يهد الله المنتظر ارواح العالمين لكل ابتلاء بحث در مسائل مربوط به توبه تمام شد. بله مسئله چندم رسیدیم؟ سیزدهم خوندی چهارده مسئله چهارده مسئله چهارده من خوندیم. قال و سایر سمعیات من المیزان و صراط و حساب و تطاول کتب ممکن است دل دستم و علا سبوتا و یجب تسکیل به اگر بفرمایید بحث هایی غیر از بحث توبه دار یکی از اونها مسئله سؤال قبر و عذاب قبر و اینها این هم میدونم و اما یه مسائل دیگر داریم که با دلایل عقلی اثبات نمی شود ولی با دلایل سمعی قابل اثبات است. یعنی جزئیات مسئله معاد از جمله مسئله میزان. میزان چیزی نیست که ما با دلیل عقل ثابتش کنیم، اما دلیل نقلی دار میزان یا صراط دلیل نقلیه داره آسفاتش. مسئله حساب کتاب اینها کلمه نیستانی داره اینها هم در بسته معاد ما قبول می کنیم. خلاصه معاد به طور کلی قابل استدلال عقلی و هم نقلی، اما جزئیات معاد رو با چکار کنیم؟ باید از ادله سمعیه و نقلیه بگیریم. حالا ما میریم سراغ ادله سمعیه، یه مسائلی که ثابت شده در متن قرآن مجید یا احادیث متواتره اینها رو وارد میشیم و باید معترض به اینها باشیم. نمیشه معترض به اینها باشیم. از جمله مسئله میزان، اولیش میزان و نداری موازین یوم القیامه، تعبیرهایی که دلالت میکنه روز قیامت میزانی در کار هست. کسانی که ثقلت موازین و کسی که خفت موازین و در قرآن زیاد در باره میزان موازین بحث شد و روزا هست که میزان رو باید همه مختلف باشن به محتضای دلیل هم و دلیل عقل هم باید قرآن نیست. و اما من مراد به میزان حالا میزان به معنی هم ترازوه، یعنی واقعا یه ترازوی دو کفه ای هست. میزان اینه. بعضی گفتن آقا ما موظفیم به ظاهر لغت بگیریم. ظاهر لغت این هست میزان یعنی ترازوی دو کفه. و ما همین کار میشه. چه ما نگذار ما همین کار میشه. بعضی دیگه گفت خب ترازوی رو کرده شد اون وقت چرا هم نیستن در نعمال ما گفتن نامه اعمال بودن نامه خیر و نامه شر دفتران خیر و دفتران شر و از اون پیدا می کن نامه اعمال خیر و از نامه اعمال شر و از اینا رو می دارن یکی در این که اون دارن می سنجن کدام سنگیتره کدام سنگیتره
بر کدام وزنیش چند دازه راجب هم فقط آن الازادک میزان رو هم میشه میکنیم در معنی حقیقی لغویش که در زندگی روی مزنی خودمون با اون سرکار رو داریم. این یه معنی اما همین دوم این است که این معنی حقیقی به معنی قطعی خارجش مراد نیست. میزان یعنی وسیله سنجش، میزان عقل، بازوی عقل این میزان به معنی کنترالی رو تفتیه این معنی نیست. البته این مطالبی است که در اینجا هست حالا من عبارت رو که خوندم بعد اون وقت که تویی از خارج هست و اما سراب چه از جمله چیزهایی که باید مطالب باشیم سراب آیات قرآن میگه بعد فهدو و ملا سراب جهیم در باره در باره بعدی دیگر تغییرات دیگری داره صراط جهنم یا صراط جهنم منظور از صراط چیه؟ باز در اینجا رو عقیده است عقیده کسانی که میگن بهشت و دوزخ هر کدام صراط مستقیم مستقیم به ذات قرآن هم تعبیر شده فحبون الى صراط جهنم این معنی بهش دوزخ هر کدام صراط مستقل رو جداگانه اینجا رو بعضی گفتن نه هر دو یه جا شاید سوال آیات قرآن هم همین باشه جاده ایست که از روی جهنم حالا این حد و من از سیل عدد و من از شعر از نور باقیتر و از شمشیر امثال این ها وقت میشن خلال ادهی هستن موزخی هم همونجا تابعشون به هم میزنن میوتن ادهی هم بهشتی هم از موزخی سرا رد میشن و میرن خلاصه جاده بهش از رو جهنم وقتی از رو جهنم رد میشه این منوط به این است که انسان دو جونه هست و از جا با صورتی زیاد و کم وقت آخر وقت میشه و از جا با صورت نامه دهنده و از جا افتان و دیزان بردم از همون جا سکون که می کنم قهر جمعیم و در تفسیر رضی هم میگن این آیه که می فرمید و این من کن الا وارد را همه تو وارد جمعیم میشه آنم علا وارد بکر حتی من مقضی بیاد همه شما وارد جمعیم میشید کان وارد جمعیم به کامت را حتم مقضی یا این قبضی است سن من را نگذر در این از تقاوت را در افراد این دیوار و مطقیم و جهار دارم می اندازم این چیزای مقضی این مسلم را جهار شد وارد شدن و ورد احلا نهر ورد ورد احلا ما نبیان نه منشین است که موسی رفت تو آب چرا شد؟ از روی نه از تو ورد علیه نه منشین است داخلش میشه کنار چیز قرار بگیرم بالا من چیز قرار بگیرم ورد علا کل حال این اصل صراط حقه اما صراط واحده متعدده خصوصی
زیادش محل بحث واقع شده است. حالا ما این عبارت درباره میزان و درباره اضطراب رو میخوانیم و بعد قال مرحوم قادر فرمونده و سایر سنگیا مبتدا سایر سمیات این ممکنتون که بعد میاد خبر شما و سایر سمیات سایر مسائل سمیهی که در باقی مهادر منن میزان یک و سرا دو و حساب سه و تطاویر کتب حتی یاد کتو حتی یاد در حد منی حدیثیه و فطر قرد منش این است که کتابه ها در روز تقسیم میشه تا یاد پیدان میتونه قصد و شاید اشاره اون آیه قرآن هم باشه و خود لحیم انسان ارزمناه و قائره و شنقه هر انسان قائل شده از اونش قائل شده اون اعمالش هم که داشت کنید و از انسان ارزمنا و قائل هم فی اونقه و این تکایر کتب یعنی تقسیم شدن یک کتاب ها و نامی اعمال اشخاص و کل انسان ارزمنا و قائل اونقه و همچنین به قیامت هر کسی رو کتابش رو بهش میدن اقرار کتاب رو که کتاب رو نفسی کردی و علیه تحصیل با اینا کتاب این چهار چیز مرموم مدرسی اگر نخواهی کتاب رو کتاب رو مفصل ببینیم جلد سلومه با انوار صفحه 27 جلد سلومه با انوار جلد چنده بودم؟ هفتون جلد سوم چاپ جدید طبیب چاپ جدید جلد هفتم چاپ جدید صفحه 279 باز ما به چاپ طبیب 306 چاپ صفحه 306 چاپ جدید جلد هفتم چاپ قدیم صفحه 279 جلد سوم بحثی داره در کاری کتاب مفصل مهمان بسی آیات همه این چهارتا ممکن نتوانیدن دستن ها علا سبوته ها برادت کرده از هم و سبوته این ها باید جبه تصدیل بوده ها باید تصدیل به این ها پیدا کنیم امون احوال قیامه من المیزانه و سراطه و مرزابه و تطایر کتب امور ممکنه اینا امور ممکنی هست و قد اخبر الله تعالی به وقوع ها خداوند خبر به وقوع اینا به ها واجب است تصدیق به اینها پیدا کردن لیکن اختلاف کردن فی کیفیت المیزان و قال شیوخ المعتزله و کیفیت میزان اختلاف کردن شیوخ المعتزله چی گفتن؟ گفتن انه روزا میزان حقیقی همین ترازو ها وقتم ترازو روزا غیر از کفتان نبود ترازو های دیگر نبود رضا نبود یوزا میزان حقیقی و انه کفتان یوزا رو به این مایه تبیکن ورد می شود با آن اون چه ظاهر می شود این حال می کنم و این چیز داری از ورد یه اهل موقع برای اهل موقع یعنی اهل موقع شما شد و چرا من به انیون در کتاب و تاعات فی کفت الخیر کتاب تاعات رو می دارم نامه اعمال تاعات رو می دارم در کفه خیر و این در کتاب المعاصی فی کفت شر و این رو که علا رجحان و احمده ما دلیدن علا اهدال حالته اگر این سنگینی بکنم دلیل بر این هم آدم رو بود اگر این سنگینی کنم
بله بله البته این هم اشکالات زیادی داره. اصلا کتاب سنگینیش به مطالبی که میزن تو کتاب میاد. اگه من یه کتابی رو در موقعی خلا رو پیغمبر اینا میزن سه سر اما یه کتاب 50 صفحه میزن در باره شیطان و در باره هوا و هوا با اون بزن تو چرا خوب سنگین تره. سنگینی کتاب کاغذ رو بفرزه نبل و اشتهاش اینا چه رقم توجیه کردن آمدن میزان حفظش کنن توی کتاب موندن کتاب چه رقم برکنش کنش وزن نداره کتاب مقاله کتاب وزن نداره وزن معنوی داره هم وزن مادی وزن مادی جلد و کاغذ وزن یا به نحوه زاده یا همینطوری یا مثل این تو میدن نمیتونه میشه رو میشه حق بدن گرفتار شدن. چرا ما اگه بگیم به مورد میزان سمعن چون میزان در نیستم این وارد شده و از به کلام الحقیقت اصل در کلام معنی حقیقی یا متوازوی خارجی باشه مع امکانه ها امکانه های هم چه؟ امکان معنی حقیقی تا نیم تمام معنی حقیقی رو بگیریم و قال عباد و جماعت من البصریین و آخرون من البغدادیین اینا متکلمین اصل اول المراد به موازین از عقل مراد موازین عقل این خدا ادالت میکنه میدونن حقیقت نه معنی حقیقی میزان این چیزی که در خارج رو میشه خیلی رو میشه که را میدونن. خب اینا در باره چی بود؟ میزان. و اما صراط فقط دیدن این نفر آخرت طریقه دو تا صراط و دو تا طریق داریم احدهما الى الجنه یک صراط به سوی بهشت یعنی الله تعالی الیها اهل الجنه على بهشت ما من سوی دارد و الاخرى الى النار دیگر به سوی جهنم یعنی الله تعالی اهل النار الیها اهل النار رو به صراط نار کما حال تعالی فی عهد الجنه همونطور که خداوند در باره عهد بهش گفته سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم خداوند اینا رو هدایت میکنه و حالشون رو خوب میکنه و حالشون رو خوب میکنه یا خودشون میکنه بهشتی که بهش رو برشون قبلا نبود کرده یعنی صراطیست که روی به سوی و قال فی اهل النار فحبور و ملا صراط الجحیم اینا را هدایت نمیده و قیل این هناکه طریقا واحدا یک چراغ بیشتر نیست علا جهنم روی جهنم لذا تعبیر های معمولی هم طول صراط طول صراط الجحیم طول روی جهنم خودهای هوایی که میزنن چطوره؟ نه یک خود هوایی از این شده باید یکم لکن جمعی انگورون علیه همه با درد بشن و یکون علف و من شعر حد من سی با میتر از مو تیز از شمشین فهم و جمعی مرون علیه این هم روی برد میشن لا یه فکر هم خواب فلا هم و الکبار یه مرمون علیه حقوبتن لهم
و زیاد هم که گوبره از اونجا باید زد بشن و مقدار زیادی شکنجه و قوت و وحشت و ایزا بلقه کن نواهدین هم خداوندین ها وقتی میرسن بالای اون منطقهی که باید باشن الا مستقر این من النار به جایگاهش که میرسه سقط من الله تسلا این بالا یفتاد اون پایین مثل میوه رسیده درخت که به موقع جدا میشه اونا هم به موقع از میوه جدا میشن. خب این آنمانیش است. در اینجا سخن بسیار از کند من بکیم راجب این دنده اخیر این شاهدش آیات سوره مریم دادن که بعد و امین کن این دا مورد آفان آره که حد من مطورین یا این من مجد بکنی تقو من نبر بار نسی ها کسی یا دارن سوره مریم شیطه ها درشه ما سوره مریم که همه والد جهنم هم میشوند و نمیم بالا شبت میشند و الذین اتقوا و نجات میدیم بقیه رو نظر و اما این مطلبی که باید از خارج پیدا میدیم است که الفاظ ما برای زندگی روزمره ما رد شد و برای احتیاجات ما میزان و ترازون و صراط نمیدونم حساب کتاب این دفتر اینا که ما میگیم ما یه همین زندگی و ترامل و میدانیم زندگی آخرت ولو ما جسمان اون حامل جسمان ولی زندگی آخرت با زندگی دنیای ما خیلی داره. واقعش اگر به حال حقایق اونجا رو بیان کنیم باز الفاظ دیگر غیر از الفاظ کما این که در واقعی مبدع در واقعی معابد در واقعی مبدع خدا الفاظی که برای زندگی روزمره ماست چگونه میتواند بیانگر خدا ما افعال اونجا مذکر یا منی در باره خدا فعل مذکر استعمال کنیم و در خودم دلش همون الفاظ رو میگیریم و اونها رو مقدار از نظر معنی توسعه رو اونها میگیریم گسترش تا اینکه بیان جمع حقایق مربوط که به در اونها باش و الا اون الفاظ اونها میگیر محدود نمیتونی نه مبدا و بیان اونها و به همین دلیل است ما در این چیزهایی که من بیانده این چی نباید بخشی داشته باشیم اگر از اون معامی و قبیه روزمره باشیم اشتباه نشه. نمیگویم به میل خودمون ما الفاظ دار میکنیم و هر جمعه در معاوی الفاظ کتاب سنت ایجاد کنیم اولا میگم با توجه داشته باشیم بگم عراقیم در کلمات معصومی در نفس که با الله خارج شده پیدا کنیم و اینها تفسیر مثلا میفرماید به این که در باره اندانه سلام میخوانیم از سلام داره که یا نظام الاخبار اینجا دیگه نظام الاخبار طوره دیگه باید نه اگر امثال این مزامی دیده میفهمیم ترازو ترازو در جبه نیم میزان یعنی وسیده سنجش الان ما
میزان رو ناچار شدیم به توسعه میدیم در زندگی روز میدیم میزان رو حلال ترازوی هم خواهده میدیم میزان رو حلال میزان رو میدیم میزان رو خیلی چیزا که میزان و حالی که واقعا اینا میزانی نیست روز قیامت یه وسیله سنگشین هست و این بسا اولیا خدا این بعد حجیان الله چرا هم این هم میزان میکنیش به هر اندازه ما شبیه این ها باشیم برد میزان هر چیز شباهت نداشته باشیم برد به مقدار همرنگی هماهنگی مشابهت با وجود جلالان برد میخواهد به ادار این میشه میزان به ادار شما دیگه ترازوی رو کفی درست کردیم و کتابا چی شیه که میزنن عمل یه برس نداره ناچار این عمل یک کارش کنید و برس بده بله حجم عمل خدا در بدایتی داره این ها این ها در یک ها به وقت سمین یک مرسی آمد لا تزر این جناح لا یزر این جناح با میشه آدم های چاوشه غیره میارن روز قیامت در پای خواهده و اندازه این یک شمایده باز ندارن یعنی چه؟ این آدم های هستن این محتوا این خواهی این معرفت از نظر حق ایمان خواهی 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 وردش کنگوزی خواهی و هم صحبت در خواهی زان در خواهی سپاه در خواهی سپاه کتاب نها باید توجه بشه خیلی از این جاها این معامل مادیه دویدی ما نیست این معامل واقعتر و واقعتر لطیفتر امیدوان نه به این معنا که با احواق و امیاد خود رو بودن با احواقی بلکه بگردیم اولین کتابیم بسن این یه مسئله ایست که اجمالش این رو که از کردم از به شرح این و شباهه بریم بریم سراغ مسئله بعد دقت کنیم آیا بهشت و دوزخ هم اکنون هستن یا نیستن این مسئله ایست که مرد بحث داریم بسیار یا محققین محققین هم بوجم میدن آمان دلیلشون چیه عدله سمیت او عدت خیلی مادی آمادش لگون در باره جهنم او عدت لگون آمادش شما چه دلیل داریم که مادی معنی داره میدونیم تو هم بعدن آمانش رسته گایی مضابط تفاید اون مازی داری باشه ولی قرمی نمیخواد قرمی نباشه مازی مازی قدرت را آمانده باشه مخصوصا شواهد دیگری هم دارد که پیغمبر مسئول از فرزاج از بهشت بود در کنار جنگ بود در مانش بهشت جنگ به قرآن میگه این ها جنت محلا یکش صدرت ما ید شاد در سوره و نجم شاد می کنند این که جنت محلا جا معلوم شید هم به خود محلا هم هست یا روایات هم خود زیاد داریم کسانی که
لا اله الا الله بگن یک درختی در بهشت برای اون حرف میشه میشه بهشت میشه ها دیدم بهشتی نباشه کجا درخت حرف میشه وقتی هم میگن نه بهشت و جهنم حالا میشون اگر باشه آخر دنیا باید نامون بشه خود خوشحیم این حال پس باید بهشن هم از بین ببینید و چه بایی میدونید؟ جواب باید خواهد خوبی استفاده خوبی استفاده وقتی این خانم ها میدونم اونم استفاده از خالق نه همچین از نابود بشه اون اگر همه چیز نابود بشه خاکهای بدن ما هم نابود بشه وقتی نابود بشه وقتی قیامت چه معادی جسمانی هست یکم دونم یه رشدار از قبران دنیا خوب هست اگه همه چیز نابود بشه قبران نابود میشن و از روز قیامت از کدام برگیر میشن حاضر که یعنی بلا فایده بودن سر خب دقت کنید عبارت رو بخوانم و سمعود در دلالان هم جنت و نار مخلوقتان دلیل سمعی دلالت در دلالش کنید زد بودن الان و معارضات متعوله معارضات رو تعبیر می کنیم معارضات چی هستن؟ بله؟ کلشه این حاله کنه ناشا و امسال اینا رو که استفاده کنن اقو به اختر و هم ناس و هم نمزل نتبر ناس هم ما محبوب الان الان ام لا و زهر جماعتون که در اول جمعی پاهده به افر شدن که از آن محلوب هست و ذهب ابو هاشم مرقابی الى انهما غیر محلوقتین این دو نفر هم از مجتدبی که گفتن به اینکه اینا محلوق نیستن از آن احتجل اولون باقیل به اینکه از آن هست به قولی تعالی و عدت المتقین و عدت کافرین این تعبیری که در آیات قرآن این در بهشت و در دوزخ هر دو فعل ماضی آماده شده و آیه یا آدم از کن انتب از آن دو کل جمع اما این استدلال به بهشت آدم قابل بحث و تردیده این استدلال مقیدن بهشت آدم بهشت دنیا نه بهشت آخرت و اگر بهشت آخرت بود جنت المأوا یک کسی بیرون نمید این استدلال قابل ایلاقه بقیه شده یا درست کنم توجه کنم و اما بعدی اندها جنت و معوا این داستان و اعراب پیغمبر است و که در سوره نجمه و این هم شده و جنت و معوا یه دار سراب جنت و معوا یه دار سراب بدل در لازم ها محلوق این الان سما آسمان احتج ابو هاشم قوله تعالی ابو هاشم دیگه نیست استدلال کرده به این آیه کن بشه این آیه کن این داوتر فلو کانت جنت و محلوب و قطن اگر بهش الان محلوب باشه الان لبد احلا و قابا یه نبود شد و تالی باطل و تالی باطله که بگیم حلاش بشه چرا؟ قوله تعالی و خدا دارمون قرآن میگه و خدا دارمون یعنی محکولات بهش دارمون وقتی میگه دارمونه خواهی که اتفاده میشه در پایان دنیا نابود میشه این با دوامه
محصول بهش سازگار نیست. و اکل الاسمان و جواب جواب این دوامن چی؟ دوامن اکل دوامن اکمن این دوامن اکل اشارت و گلا دوامن مستی به نوع دیگه اکلش داره نه؟ یعنی محصولش داره نمی خورن ولو ببینن مردم ولی محصولات رفت به معنا دوام خلق امثالی به این که اونها آفرینده می شود سر هم از چی میده می چیدن سر هم و اکل الجن یفنا بل آکل الا تو رسی به در الا انه تعالی یعنی مستعا اکل جنت به خوردن از بین میره اما خداوند و مرتبه رسمشو جا میدونی اکل آدامان دوام نوعیه نه دوام شخصیه اینهای که خوردن بهش میرونده تر دوام دوام امیان ممتازا یا خوب مثلا و الهلاکو پس این که دیده حال من چیه و این خروج انده به اتفاق این است که قابل استفاده نباشد ولا رای شکی نیست انما افنا این مکلفین با نابودی مکلفین یخرج الجن عن حد الانتفاع بهش از حد انتفاع خارج میشه فتبقى هالکتن بها در معنا این هلاکی میشه یعنی بلا انتفاع بی صاحب میمونه لازم برمان حالا در اینجا دو تا نکته هم هست دقت بکنید نکته اولی که در اینجا هست این است که اگر کسی سوال بکنید بگه آقا چه فایده داره بهش در حالا آفریده باشن اگر کسی هم به اون بهش راه پیدا میکنه اونی وقتی نیست جهنم هم الان آماده باشه چه فایده داره وقتی کسی قبل از روز قیامت وارد بهشت و جهنم نمیشه چه باید؟ جواب جواب این است برای ترغیب ثواب و انذار از ثواب من اگر آماده باشه اثرش میشه زندانی رو آماده کرد جواب این هم آماده کرد اگر آماده ببینید هر کسی کافی کنید دارید اونجا گذاشت اونم چون با فلک و خود و زنجیر هم من رو آخرستان این رو تقسیم میکنم ولی وقتی از حال آمده میشه خیلی هسته در روی اشخاص از هر وقتی به بهش آمده تو جدی جهنم آمده جدی یه نصیه این هم برای از اگر کسی که این درد رو به این درد شما میدیدن و اما موضوع دومی که از در اینجا باید توجه داشته باشیم بهش با اعمال یعنی اعمال ما نیست آزه بهش نمیگم بیهای اعمال ما بهش نیست بهشتی هست جمعه هست ولی اعمال ما مرتب در سازنگی بهش مستره شاهدش هم بود رایت من قال داد الله غور سطح لفون شده و کنید جمعه شاهد هرچ ما عمل خیلی جانی آنی بهش در سازنگی هرچه عملش هر جایی جهنم ساخته شد بنابراین کس وقتی میشین وقتی ساخته میشین نمیشین از الان موجود که شخص مستمع وقتی کلاب از خدا رسول الله
که اگر کس دا خدا خدا با شده یه جرسی در بهش برای رو بسید می شود از کرد یا رسول الله ازن می شده از اون کسی در تان خیلی لا اله الا الله میگم من خیلی دارم اگر آتشی نفرستی تو بره با ها تو این آتش بسید یعنی معاصی مکنه مغرب یا علی رضی الله موافق علی الکفر به شر از تو میبارن به خواهد همین حال محب بنابراین با این دید اگر نگاهی من میشه در اینا آن بکتر و اما مسئله یه یکنا که همه چیز در آفر آدم مسئله سلاوی یکا که را سیدی چی چی ها حلاق میشن ملاکم حلاق میشن انسان ها حلاق میشن جبری ازرایی همه میبینن نمیبینن آسمان و زمین و هم نیزه افراد چه میشن خاکا چه میشن این بحث داره که انشاءالله یه موقع گرمی کنم نه صحبت کنم این درسته